جناب پوپلزدای استاد دانشگاه، در بحث اینکه حکم شراب نوشی در دین مقدس اسلام چی هست بر ما صحبت میکنه و اکثریت کسایی هستن که شراب می نوشن و در مورد حکمش هم میفهمن اینکه گناه داره، مرتکب هم میشن، بعد از اون میگن که ما توبه میکنیم، شاید توبه ما قبول شوه، اما در مورد گناهش هم به گونه دقیق معلومات دارن. در این ارتباط هم از استاد بزرگوار بیشتر جویا میشیم. صبح شما بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین، تشکر. سلام خدمت شما و بیننده های خوب تلویزیون و همکارای تکنیکی برنامه. امیدوار هستم که یک صبح خوب و خوش بارانی را آغاز کرده باشن انشاءالله. بسیار خوش آمدین جناب پوپلزای صاحب. پیش از اینکه بریم به طرف شراب نوشی و حکم شراب نوشی که در قرآن چیست، چند روز پیش در صفحه فیسبوک شاید بسیار از هموطنان ما هم دیده باشن، فرد 55 ساله و یا 56 ساله بود به هند و او را چند جوان به زور گوشت خوک خورانده بودند. پس حکم از چی است؟ آیا فرد شامل گناه میشه؟ تشکر ایمال جان. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه به ارتکاب گناه به زور، اگر یک کسی بالای کسی زور میاره، به جبرن اکراهن بالایش یک گناهی را مرتکب میشه، یک عملی را انجام میدن که او گناه میباشه، این در این صورت شخصی که او گناهی را مرتکب شده به خاطر خلاصی از خود، او گناهکار نیست. ولیکن او کسایی که جبرن به زور کار را بالایشان انجام داده و گوشت خوک خورانده، اونا گناهکار هستند. بله، و میم سر موضوع امروز ما. ما از زشتی و بدی یک کار خوب آگاهی داریم و زمانی هم که او کار را انجام میتیم شاید احساس گناه بکنیم و میخوایم که پیرامون همین موضوع هم صحبتهای شما را بشنویم. تشکر ایمال جان. خداوند متعال جل و علا شانهو انسان را اشرف مخلوقات آفریده و گل سر سبد جامعه آفریده و او را از روح خود در وجود از او دمیده و او را قسم یاد میکنه که من انسان را به زیباترین شکل و زیباترین صورت آفریدیم. بله. و همه کائنات و همه چیزهایی که در دنیا وجود داره همه را به خاطر انسان ها آفریده. او ذات از خود ما کرده برای ما مهربان تر است. بله. از خود ما کرده برای ما مهربان تر است. او چیزی که او اعمالی که او خوراک و نوشابه هایی که به وجود انسان ضرر میرسانه، به جامعه مضر تمام میشه، به خانواده مضر تمام میشه، به شخص مضر تمام میشه، الله متعال او را حرام قرار داده و هر آن چیزی که مفید بوده، فایده داشته، به نفع بشر بوده، او را حلال قرار داده. بله. شما ببینید در قرآن چیزی را پیدا کرده نمیتونین که او حرام شده باشه و به نقص بشر باشه. حتما حرام شده که به ضرر بشر، میبخشین، به فایده بشر. یعنی چیزی را پیدا کرده نمیتونین که خداوند متعال او را حرام کرده باشه و او نفعی به بشر داشته باشه. برعکس، او نقصی به بشر داشته که خداوند او را حرام قرار داده. پس یکی از مواردی که حرام قرار داده شده شرب شراب هست، شرب خمر هست، نوشیدن شراب هست که این هم یکی از جمله محرماتی هستند که الله متعال جل و علا شانه او را حرام قرار داده و در کنار بت پرستی و قرارش داده که اگر کسی شراب را می نوشه گناه بزرگی را مرتکب میشه. شما ببینین نوشیدن شراب شاید به لحظات یک خوشی کاذب را برای انسان به بار بیاره، درست است، برای یک دقیقه یا نیم دقیقه یا پنج دقیقه نهایتا، اما گناهش، عذابش بالاتر از هر چیز است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابو ذر غفاری روایت کرده، شراب را رأس تمام گناه ها خوانده، اما جلوی سر کرده تمام گناه ها شراب هست. وقتی که انسان شرابی را می نوشه عقلش زائل میشه، خوب و بد را تفکیک کرده نمیتونه، از خیر و شر را تفکیک کرده نمیتونه، هر عملی که از دستش سر بزنه را انجام میده. پس به این خاطر الله متعال جل و علا شانه در قرآن عظیم شان بیان میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
یا ایها الذين امنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، انما الخمر به تحقیق شراب، والمیسر قمار، والانصاب بت پرستی، والازلام یک نوع تیراندازی به خاطر بخت و غیب گویی و اینا، رجسون همه پلیدن من عمل شیطان، از اعمال شیطانی هست. فجتنبوه، پس از اینا اجتناب بکنید، لعلکم تفلحون، تا که رستگار شوید. یعنی تا زمانی که یک کسی از این اعمال زشت دوری نمی کنه، رستگار و پیروزی برش نمی رسه. در آیه بعدیش خدا میگه که این نما یورید الشیطان ایوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. این نما جزی نیست که یورید الشیطان، میخواهد شیطان، ایوقع بینکم العداوة والبغضاء، که تخم نفاق، عداوت، بغاوت و دشمنی را به واسطه شراب و قمار در بین شما بپاشانه. ببینین چقدر زشت است که یک پدری در خانه بیاید در حالت مست، در حالتی که او دیگه عقلش زائل هست، نه اولاد خود را بشناسه و نه مو لطوفت و مهربانی را اولاد حس بکنه از پدر. ای بیشترین درد از ایره، بیشترین رنج از او را امو خانمی میکشه که با او آدم معتاد همسر هست، و بیشترین درد و رنج از او را او طفل میکشه که ای پدرش است. و این تأثیر هم بالای اطفال شد، بالای اولاد میکنه. چقدر زشت است، درست؟ ایوقع بینکم العداوة والبغضاء، دشمنی ها، مشکلات، ناهنجاری ها از فامیل گرفته تا بیرون از فامیل، همه با واسطه شراب، با واسطه قمار با وجود میآید. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، با واسطه از این شیطان میخواهد که مانعش شما شوه که نماز بخوانید و یاد خدا را بکنید. فهل انتم منتهون، پس آیا دست بر نمی دارید؟ آیا با وجود اینقدر زشتی های این گناه آیا ترکش نمی کنید؟ خب قسمی که در ابتدا هم سؤال مطرح شد به اینکه آیا وقتی که خداوند متعال جلوالشون هو شراب را حرام قرار داد، یک فردی که شراب می نوشه هم شاید احساس بکنن که والا من گناهی را مرتکب شدم، عذاب وجدان می گیره، عذاب وجدان نمی کشه. بله بله، چطور کنن که گناه را ترک کنه؟ شخصی آمد پیش ابراهیم ادهم، گفت می خواهم گناه بکنم، برای مجازه هست؟ گفت می خواهی گناه کنی؟ اگر می خواهی گناه کنی با این پنج شرط گناه کن، این پنج شرط را ببین، بعد از او باز گناه کن. گفت پنج شرط چیست؟ گفت وقتی که می خواهی گناه بکنی در جای گناه کن که هیچ کسی، خداوند هیچ طور نبینه. سبحان الله، خدا خود در هر جای مرا می بینه، هیچ جایی نیست که من از چشم خدا پوشیده و پنهان باشم. دوم گفت وقتی که می خواهی گناه بکنی در زمین خدا گناه نکن، در زمین خدا گناه نکن. گفت چطور امکان دارد؟ جز همه ملک خدا هستند، نمیشه دیگه که در جای دیگه گناه صورت بگیره. سوم گفت که وقتی اگر می خواهی گناه بکنی از روزی خدا نخور، وقتی که تو میایی هم نافرمانی خدا را میکنی هم امکان داره دیگه که روزی خدا را نخوری. گفت همه روزی خدا هست، اگر او نباشه ما خود زنده نمیمانیم. چهارم شرطش گفت اگر میخواهی که گناه بکنی در روز محشر، وقتی که ملائکه های دوزخ تو را میبرند به طرف دوزخ، تو از اونها فرار بکن. بله. گفتی خب امکان نداره، از ملائکه ها چطور امکان داره که فرار بکنم؟ گفت پنجم شرط گناه، اگر میخواهی که گناه بکنی در روز قیامت، وقتی که نامه اعمال تو برات داده میشه، در اون وقت انکار بکن، بگو من این گناه را نکردیم. گفتی خب امکان نداره. گفت پس وقتی که امکان نداره گناه را مرتکب نشو. پس ببینین که ما وقتی که میاییم اگر گناهی را مرتکب میشیم، خدای ناخواسته، امی موضوعات را در نظر بگیریم که آیا امکان داره؟ نداره. پس امروز هم جزایی در دنیا و هم عذابی در آخرت، چرا برای خود بخریم؟ جنتی که رایگان است و مفت هست، او را از دست میتیم و دوزخ را با پول خود میخریم. و همچنان امروز که طب ثابت کرده، تحقیقات طبی که صورت گرفته در رابطه به حرمت و حکمت های فلسفه شراب، ببینید که چه امراض از این مواد نشاوری به وجود میآید که الله متعال جل و علا شانه بالای بشر ایره حرام قرار داده، از جمله تکلیفات قلبی،
درست از همین حالت است. الزایمر از نوشیدن شراب، از همین یاد فراموشی و اینا، تکلیف های جیگر و امثال اینا از این نوشیدن شراب هست. خداوند متعال جل و علا شنو هر آن چیزی را که حرام قرار میده، دو یک دنیا حکمت ها و فلسفه های نهفته است که باید از محرمات الهی دوری بکنیم و اجتناب بکنیم و را انجام بدیم. بله. بله. استاد بزرگوار میگن که وقتی که کسی شراب بنوشه 40 روز نماز و روزش قبول نمیشه، بعد از او چی حکم داره؟ آیا بعد از 40 روز دوباره اگر ای توبه بکنه و بگویه که دیگر من شراب نمی نوشم، آیا دوباره گناهش پاک میشه؟ ابتدا خاموش کردن آتش وقتی که جای شعله‌ور میشه با یک گلاس آب خاموش کردنش آسان است. بله. درست است. اگر ما بخواهیم که شعله را خاموش بکنیم، پیش از اینکه ساحی زیادتری را بگیره خاموش کردنش آسان میباشه. وقتی که شخصی گناهی را مرتکب میشه و با خود تعهد میکنه که من دیگه این بار این خطا از من دست زد، سر زد، من دیگه توبه کردیم، این عمل زشت را انجام نمیتم، خداوند متعال جل و علا شنو این را میبخشه. درست است. خداوند غفور و رحیم هست. الله متعال در سوره فرقان میگه که کسایی که بجز از الله کسایی را پرستش نمی کنن، شرک به خدا نمیارن، زنا نمی کنن، اعمال گناه را مرتکب نمیشن، اگر اینا ای اعمال زشت مرتکب شدن گناهی بزرگی هست و همیشه در آتش دوزخ میمانند، بجز از کسایی که الا من توبه میکنن و آمن ایمان میارن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اعمال صالحه انجام میتن خداوند بدیهایشان را به نیکی تبدیل میکنه و کان الله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان هست. پس آله اگر کسی عمل زشت داشت بعد از این توبه کرد و تعهد کرد که خدایا من نمیدانستم یا فهمیدم، ولی دیگه توبه میکنم، دیگه نمیخوایم که گناهی را مرتکب شوم، دیگه نمیخوایم که اعمال زشت را انجام بدم، خدایا توبه کردیم، پس توبیش حتما الله متعال جل و علا شنو میپذیره، به شرطی که بالای توبه پس عمل زشت را انجام نده، گناه را دوباره مرتکب نشه، تعهد بکنن که دیگه انجام نمیدم. جناب پرزای صاحب، ما یک گناه را میکنیم ولی بار بار تکرار میکنیم، راه دوریش چیست که ما دیگه گناه نکنیم؟ مثل امروز که بله، جرایم جنایی بیشتر شده در شهر کابل بله، و نقاط مختلف افغانستان، ما شاهد از دست دادن هر روز یک جوان در این سرزمین هستیم. بله. دزدی هستیم، سرقت هستیم و امثال نا هستیم. چطور ما دست بکشیم از این کارهایی که امروز جریان داره؟ چقدر زیبا گفتین ایمال جان. ببینید مشکل عمده و اساسی ما این هست که تزکیه نیست. بله. غذای معنوی وجود نداره، غذای روحی وجود نداره، تغذیه روحی و روانی باید ما و شما شویم. ببینید وقتی که ذکر خدا باشه، یاد خدا باشه، یاد از آخرت باشه و از عقوبت جرم ها آگاهی پیدا بکنیم، من مطمئن هستم هیچ کس گناهی را مرتکب نمیشه. امروز اگر یک کسی قانون را درست میفهمه و میفهمه که در فلان مملکت اگر ما کدام غیر قانونی عملی را انجام بدم، کاری را انجام بدم، پلیس مرا میگیره و دوباره ما از بندی میشم و جریمه میشم و امثال اینا، ببینید در اون مملکت هیچ کس گناهی را مرتکب نمیشه، کوشش میکنن، تلاش میکنن همه قانونمند باشن. درست است. اگر ما قوانین الهی را بدانیم که امروز هر عملی را که ما انجام میتیم فردا از این پاسپورت میشیم، پرسان میشیم، مورد محاسبه قرار میگیریم، مطمئنا هیچ کس گناهی را مرتکب نمیشه. متاسفانه بعضی کسا هستند که بعضن چی که اصلا در جامعه ما مراکزی که به خاطر تزکیه نفس باشه وجود نداره، جاهایی که به خاطر تزکیه نفس باشه وجود نداره. من با کمال احترام و شفقت و مهربانی که با علمای دین امامای مساجد دارم، همه ایشان را دوست دارم، ولی که دوست دارم که اینا موضوعات خطبه روز جمعه ایشان در موارد تربیت و اخلاقی باشه، در موارد اخلاق باشه. بعضی مساجد هستن که وقتی که آدم میره تبلیغشان را میشنوه، متاسفانه یکی از دی میگه و دیگری از دشت، اما موضوعات عمده و اساسی که همه جوانان در اونجا جمع میشن
فامیلا جمع میشه، پدرها جمع میشه و میتونه که این پیام را انتقال بده برای فرزند خود و مسئولیت خود را در قبال اولاد خود و برادر خود و فامیل خود یاد داشته باشه و بفهمه، کمتر رویش بحث صورت میگیره. جناب پوپرزس، سرچشمه تمام همین بختیایی که امروز در جامعه ما جریان داره برمیگرده با این که میگن بیکار است. بیکاری را مثال میتن. بله بله. ولی در گذشته ها بیکاری وجود داشت. نه دزدی بود، نه سرقتی بود و یا نه هم امثال دیگری که باید انجام میدادن. در گذشته ها هم چنین بود. بله. ایمان جان، بیکاری مساوی هست با بیماری. بله. با بیماری های گوناگون. اما این دلیل شده نمیتونه که کسی که بیکار باشه باید بره دزدی بکنه. کسی که بیکار باشه باید بره اعتیاد معتاد شوه. کسی که بیکار باشه بره یک کاری حرام را انجام بده. به جای از این چرا یک کاری خوبی را پیدا نکنه؟ من مطمئن هستم که امروز اگر ما قناعت داشته باشیم برای هر کدام ما یک وظیفه خوب پیدا خواهد شد. بله. درست است. یک کسی میره دزدی میکنه، این را ترجیح میده ولی که نمیآید که یک سطلک آب گرفته در یک گوشه بشینه موترشویی کنه. خود را به زحمت نمی‌سازه. یک کراچیگر که عادی را بگیره حداقل میتونه که یک لقمه نان حلال را از او بر شام خانه خود ببره، در یک مندهی کراچیوانی بکنه یا در یک جای دیگه کراچیوانی کنه. اما اینا چه قسم شدن که راحت طلبی هستند که دفعتا میخواین هر آن چیزی که باشه برای ما داده شوه. و متاسفانه نیروهای امنیتی ما هم کوتاهی میکنن که اگر یک دو نفر از این را جزای عملی بدن و علنی جزا بتن، ما مطمئن هستم که دیگرایش هم جرات پیدا نمی کنن که گناه را مرتکب شوند. اما این نمیشه که ما دلیل هر چیز را به بیکاری بیاریم. بگویم که بیکار بود رفت دزدی کرد، بیکار بود والا فلان کار کرد. نه، در بیکاری برای یک کار دیگه را پیدا بکنه، رای مثبت را پیدا کنه، نه رای منفی را. رزق حلال را به دست بیاره، نه رزق حرام را به دست آوردن. وقتی که ما میاییم اگر میگیم که ما بیکار هستیم، آیا ما ظلم بکنیم برای دیگران؟ باید سرقت بکنیم؟ باید دزدی بکنیم؟ باید از راه نامشروع چیزی به دست بیاریم؟ اگر از راه نامشروع به دست آوردیم، اما گپ است که تخم دوز امروز شتر دوز فردا میشه، موبایل دوز امروز بله، موتر دوز و خانه دوز فردا میشه، اختطاف چی فردا میشه. پس به این خاطر باید متوجه باشیم و دقیق باشیم و مسئولیت والدین در کنار از این که برای اولاد خود لباس میگیرن و نان تیار میکنن، از همه مهمتر تربیه و ادبش است که در این وقت بسیار متوجه باشن که ادب درست داده شود، تربیت درست داده شود. ممنون. بسیار تشکر جناب پوپرزس، بسیار خوش آمدین. بله، عزیزان میتونین برنامه ما را از طریق تلویزیون هنگام شب ساعت 11:30 هم تماشا بکنین. در ارتباط با موضوعی که با استاد گرامی صحبت کردیم، در ارتباط با حکم شراب نوشی بود در دین مقدس اسلام و همچنان از طریق کانال طلوع در یوتیوب هم میتونین تماشا بکنین. فعلا میان برنامه.